چهار تا موضوع میخوام بهت بگم که اگر این چهار تا موضوع واقعا رعایت کنی عمر و طول عمر سگتو میبری بالا. اولیش احترام به غرایز حیوانه. شاید الان یه بگی آقا این چه ربطی داره، من حالا مثلا من به غریزش اهمیت ندم میمیره. بله، چون که از لحاظ منتالی و از لحاظ ذهنی سگ مورد فشار قرار میگیره. خود ما انسان ها هم همینیم. اگر من خوابم مختل بشه و هیچ وقت خوب نخوابم، طول عمرم کم میشه. اگر من پلک زدنم مختل شه، زودتر فوت میکنم. من اگر هر کدوم از غرایزم با اختلال روبرو شه، باعث میشه طول عمرم کاهش پیدا کنه. خب حالا طول غریزه های سگمون چیه؟ لیس زدن، وق زدن، جوید، چه میدونم هر آن چیز دیگه ای که هست و خودتون میدونید. اگر بهشون احترام نذاریم و این عملو انجام ندن، باعث میشه طول عمرشون بیاد پایین تر. چرا؟ به فرض مثال اگر ما یه چیزی ندیم به سگمون به جوه جویدن و خوب انجام نده، همین جویدن شاید فقط از لحاظ تو یه جویدن باشه، ولی به دندوناش کمک میکنه، به سلامت روح و روانش کمک میکنه و کلی اتفاقهای دیگه. حالا تو اینو ازش بگیر، خب مسلما تأثیر مستقیم میذاره تو طول عمرش، ولی چیزی نیست که تو ببینی. میبینی مثل چیه؟ مثل سیگار کشیدنه. آقا من سیگار میکشم کو؟ چرت و پرت زده، ضرر داره، میمیری. نه، من پدر بزرگم 60 سال سیگار کشید، خوبه حالش. بله، اگر اون تا 80 سالگی 90 سالگی عمر کرد و سیگار کشید، اگر سیگار نمیکشید شاید 110 سالگی بوده. شاید اگر سیگار نمیکشید 80 سال سرپا و سلامت تری بود نسبت به الانش که 80 سال کهنه تر و فرسوده تریه. پس یک چیزی نیست که الان بگی بابا چرت و پرت نگو، تو هم دیگه میخوای خیلی فندیش کنی. نه عزیز من، منطق تو به کار بنداز، ببین آیا منطقیه یا نه. به غریزه سگت احترام بذار اگر میخوای طول عمرش بره بالاتر. دو، یه چیزی که دیگه فکر کنم هممون میدونیم و معلومه، تغذیه مناسب. تغذیه مناسب یعنی چی؟ یعنی اگر من محمد قادر پناه فست فود میخورم، این نیست که بگین خب چرا زنده ای. اگر تو به سگت یه بار بستنی میدی میگی نگاه کن بابا هیچیش نمیشه، دو بار شیرینی خور نگاه کن هیچیش نمیشه. نه، اگر من هر روز مشروب بخورم، این نیست که بگین نگاه کن سالمه ماشاءالله. اگر هر روز روغن زیاد بخورم، این نیست که بگی بابا خوبه. که زمان بره جلوتر، اون وقت میفهمی کتنه کیه، اون وقت میفهمی چه اشتباهایی رو کردی، چند تا مریضی سخت زگت که گرفت متوجه میشی. اون وقت میگی کاش که من دوستی خال خرسه نمی کردم، داشتم قرمه سبزی میخوردم یا بشقاب بهش دادم. اون وقت میگی کاش که من بهش چه میدونم داشتم بال میخوردم، پای منقل داشتم اشغال میکردم، این کاش که داشتیم مزه میخوردیم یا پنیر بهش نده بودم. اینها میشه دوستی های خال خرسه خیلی از ماها که فکر میکنیم صاحب خیلی خوبیمون. و درجه یک توی یکی از پستای اینستاگرام هم گذاشتم که آقا وقتی وارد خونه میشی سگ تو زود بغل نکن، بهش هیجان نده. همه اومده حمله کردن که آقا تو چی میگی، تو اصلا حیوانا رو دوست نداری و نه همچی چیزی نمیگفتی، اون بچه داره با انقدر خوشحالی میاد سمتت، من بهش بی توجهی باشم، عمرن و فلان و این داستانا. بعد میشنم با خودم فکر میکنم میبینم راست میگن، چون که واقعا علم و اطلاعات در ارتباط با سگ‌ها انقدر پایینه و اینقدر نمیدونیم. به راحتی اجازه حتی توهین به کسی که یک مطلبی رو داره به صورت علمی و درست میگه. میگن جلوی بچه‌ت دعوا نکن، زن و شوهر. میگه من دعوا کردم، بچه‌مونم الان خیلی اتفاقا تو مقطع تحصیلیش فوق‌العاده است. 10 سال دیگه بچه‌ت چی میشه؟ از لحاظ روحی آسیب ندیده؟ فقط اینی که انگار اینه که میخوای ببینی کو اینه. این بچه که بودی میگفتن خدا هست، خدا رو ما نمیتونیم ببینیم. پس چرا الان کسی نمیاد بگی خدا کو؟ چون که میدونیم خدا کجاست، خدا تو دل ماست. آیا اینه که بگیم پچر چرت و پرت؟ نه، بدونیم داریم درباره چی صحبت میکنیم، ایمان بهش داشته باشیم، میدونیم شیرینی، قند، خوراکی های غیر مجاز برای سگمون چیه، چیه دنبال چی هستی ببینیش. این کار رو انجام نده. سومین کاری که میتونه به طول عمر سگت خیلی کمک کنه و حال سگتو خوب نگه داره اینه که همیشه تو در این تلاش باشی که بالانس رفتاری در سگت ایجاد کنی. یعنی چی بالانس رفتاری؟ بالانس خب که کلمه‌ایه که معلومه. حالا میخوام براتون یه مثال بزنم بین بالانس
غذایی ها. ما یه بحث امنیت غذایی داریم، یه بحث انگیزه غذایی داریم. اگر انگیزه غذایی بره بالا، امنیت غذایی به شدت میاد پایین. مشکلاتش چیه؟ حس مالکیت غذایی، حس مالکیت اجسام، بد غذایی و خیلی از داستان‌های دیگه. حالا میایم اینجا برعکسش میکنم. اگر امنیت غذایی بیاد بالا، انگیزه غذایی بیاد پایین، چی میشه؟ اولین مطلب بد غذایی، سوء تغذیه، فرمان پذیری به شدت پایین، عدم اطمینان سگ به جامعه. حالا اگر این دوتا رو میبیاریم بالانس کنیم چه اتفاقی میفته؟ میشه یک سگ بسیار فرمان پذیر، حرف گوش کن و درجه یک و حال دلش خوبه. پس بالانسه. حالا ما بالانس داریم توی رفتارهای مثلا غریزه‌ای، ما بالانس داریم توی خیلی از رفتارهای بحث مثلا پروتکشن ها. ما اگر یک سگی رو میخوایم گارد کنیم، بهترین سیستم این که یک سگمون گارد باشه این نیست که ما گارد به دو شکل داریم. گاردی که از روی انگیزه شکار باشه، خب یه دونه گاردی داریم که به خاطر به اصطلاح حفاظت میگن، یا به خاطر پکش، یا به خاطر کلمهش بتونم بهتر بهتون توضیح بدم، همون میشه حفاظت. یعنی از اینکه بتونه از خودش، از لیدرش مراقبت کنه، این ریاکشن رو بخواد نشون بده. بهتون گفتم یک جایی وقتی سگ وارد ترس بشه، اینه که دوست داره حمله کنه، نه که دوست داره حمله کنه، مجبور میشه به دفاع، برای دفاعش. اوکی؟ ولی اگر ما بیاییم یک سگ رو فقط روی سیستم دفاع بیاریم بالا و انگیزه شکارش رو بیاریم پایین، هیچ وقت یک گارد قشنگ رو ازش نمیبینیم. و حالا اگر برعکس، اگر بیاییم فقط بذاریمش رو انگیزه درایوش و دفاعش رو خیلی بیاریم پایین، بازی سگ گارد زیبایی نداریم. پس اونم باید بالانس باشه. حالا چرا ربطی داره که طول عمر سگت بیشتر بشه؟ تو هر وقت هر موضوعی رو بتونی بالانس رفتاری ایجاد کنی، حال سگت بهتره. هر کسی حالش بهتر باشه، طول عمرش هم مطمئن باش بیشتره. پس این بالانسه اینجوریه که اگر هر چقدر شما یک موضوعی رو بتونی بالانس رفتاری داشته باشی، انگیزه، امنیت، با هم بره بالا، با هم بیاد پایین، خب هیچ وقت خوب نیست، هیچ وقت سگ حالش خوب نیست تو این دو حالت. ولی وقتی یک بالانس رفتاری توشون به وجود بیاد، حال سگت مطمئنن خوبه و مطمئنن طول عمرش هم بیشتره. و آخرین موضوع که باعث میشه واقعا طول عمر سگت بره بالا، اهمیت دادن به مسائل پزشکی به صورت درست. بابا من کیس دیدم، من خودم کلینیک دارم، هر 3-4 ماه یه بار سگمو میبرم کلینیک. کیس دارم هر روز تو کلینیکه، کیس دارم هفته یه روز تو کلینیکه. میگم برای چی اومد؟ امروز اینجوری کرد، دلش این صدا رو داد، امروز اینجوری شد، فلان کارو کرد، الان اینجوری شد. بابا بی خیال، تا یه چیزی ها تو این بچه در نیاری، انقدر میبری پیش 10 تا دکترم، سر هر یه موضوع پیش 10 تا دکترم میبره. اون میگه اله، اون میگه جیمبله، اون میگه یه چیزی دیگه است. 10 تا ترکیب دارویی به این بدبخت هم میدی، خودت پدرشو در میاری، نکن. ولی یکی از مهمترین نقاط اینه که شما اهمیت بدین به مسائل پزشکی سگتون. یک پزشک خوب، متخصص، درست حسابی رو برای خودتون انتخاب کنید. سر دوره به دوره که وقتش سگتون چکاپ بشه، واکسیناسیونش، انگلش، پروبیوتیک های بدنیش، آزمایش خون سالیانه خیلی مهمه، خیلی بهش بیتوجهی میکنید. حتما سالی یک بار باید از سگتون یک آزمایش خون کامل CBC بگیرید. حتما نکنید اشتباهه. اینها رو رعایت کن، طول عمر سگت ان شاءالله 30 ساله باشه. مخلصم.